من عرضم اینه، اگر به خصوص رسانه های ما، حوزه و دانشگاه ما و به خصوص مدیران کشور، مسئولین اقتصاد، مسئولین مدیریت ها، اینا درست عمل کنن، اینا به وظیفشون عمل کنن، دستگاه قضایی به وظیفش عمل کنه، خدا شاهد از دل همین مردمی که گاهی فکر میکنی تمام شدن یا مایوسن یا خستن، ببین بزرگترین آتش فشان ها دوباره فوران خواهد کرد. ما اینجا داریم میبینیم، جاهای مختلف داریم میبینیم. شما 20 تا از اینایی که با اموال عمومی جنایت کردن بیارید تو نماز جمعه تهران و قم و مشهد و شیراز و تبریز شلاق بزنین، ببینین چه اتفاقی میفته. یقه 30 نفر از اینا رو بگیرید، 20 نفر از اینا رو به عنوان مفسد فی الارض تیرباران کنید، اینا جرمشون از کسی که 4 کیلو هروئین حمل و نقل میکرد کمتره. این یأس رو، این عصبانیت رو توی بخشی از مردم که بیچارا قرون قرون پول جمع کردن گذاشتن فلانجا، بعد هیچ کس نظارتی نکرده، هیچ کس پاسخگو نبوده. خب اول باید این ناظران رو شلاق زد. سید الشهدا صبح عاشورا، سید الشهدا که سراغ تک تک آدما میرفته حل من ناصر میگفته، یکی یکی میرفته میگفته میای، بعد صبح عاشورا همه رو بیرون میکنه، میگه هر کس حقوق اقتصادی مردم حق الناس بگردنشه، من نمیخوام خونش با خون ما مخلوط بشه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه های نظارتی، مجلس، دولت به وظیفه شون عمل بکنن، ببینن این ملت چه ملتی هن.